هر شب این موقع میاد؟ آخه یه پزشک این موقع نباید بیاد، این پرستاران باید اونجا بمونن. آخه با این حرکت چم تو رو بیچاره کرده، اگه به حرف من گوش کرده بود الان اون رو خوش موفق بود. چرا شاکی میشی آقا جون؟ من خودم اندازه کافی اعصابم خورد است. تا الان خود اونجا مستر کار بودی و درس تموم شده بود، خودش هم بهتر از اون نمیدونم والا. اون حاضر نیست بیخیال شه، وگرنه منم که میدونید. تو رو بیچاره کرده، اگه به حرف من گوش کرده بود الان اون رو خوش موفق بود. مامان اومد. من میرم بخوابم. سلام آقا جون. سلام عزیزم. ممنون. کاش که میتونستیم برای همیشه با ما زندگی بکنید آقا جون. خودتو گرفتار کردی سر هیچی، الان باید بکشی، چاره نیست. شب بخیر آقا جون. نخوابیدم. مجبور بودی تا صبح بشینی پای کامپیوتر؟ چه مشکلی داره؟ نشستم پای صحبت صدمن یه غاز یه عده آدم از خدا بی خبر ایراد داره دخترم، خیلی هم ایراد داره. ماما علکی گیر یا بالاخره باید ببینم کی راست میگه کی درو. یعنی بعد از این همه سال نفهمیدی؟ نه نفهمیدم. سلام. سلام آقا. معلومه که راست میگه، نادیده گرفتن حق مردم کار درست نیست. بعد نیست بفهمن چه بلایی داره سرشون میاد. خوب خوابیدین آقا جون؟ دیشب که اصلا فرصت نشد ببینم اتون. من نتونستم بخوابم درست، شب جا به جا شدم. زه مشکله برام. یه چند روز بگذره اوکی میشین ها؟ انشالله عادت میکنم. آره دوست داشتم پیش تو میموندم ولی انقدر غیبتم پر شده که نمیتونم. از سرود برمیگردم خونه. پاشو بریم دیر شد. این ماشین نداری؟ نه یه دونه داشتم مامان گرفت. خیلی خوب، پاشو آماده شد تا دیرت نشده. درسش چطوره؟ لیا بله کجایی؟ بیا دیگه دیر شد. اومدم.
بچه درباره جذب حداکثری، دفع حداقلی، اگر در مسائل سیاسی نظری دارید بفرمایید. سلام استاد، میتونم بیام تو؟ خانم ابراهیمی، از شما بعیده. ببخش. بفرمید بشینید. بله، عرض میکردم. دیروز از یه سری بیانیه گرفتم، خیلی خوبه. نمیدونی چه چیزایی توش نوشته. خوندیشون؟ شما چی؟ آره اتفاقا من یه دونه دیده بودم دیشب رو سایت اومد، ما اصلا پرینت بگیرن گفتن شاید داشته باشین اونو. بچه‌ها جدیدن بیخبر زیرابی میریدا. حالا من سایتشو به تو میدم، تو برامون پرینتشون کن دیگه. تازه دیشب یه بیانیه جدیدم دادم. شنیدی؟ نه، من نخوندم. شنیدی؟ میگم دیگه همون خوندم. اوه، اومدم بچه‌ها. از این میترسی؟ قرار باشه بترسی تا آخر عمرت بعد لالمونی بگی. نه، برای چی بترسی؟ شیلا پیلا. رایان، چرا توهین می‌کنی؟ مگه دروغ میگم؟ مشکل شما چیه خانوم؟ مشکل من توی امثال تو که فکر میکنن کل دنیا مال باباشونه. مواظب صحبت کردنت باش خانم محترم. بیفوی ترسیدم. مثلا الان چی کار میکنی؟ میری دانشگاه گذاشت میدی اخراجم کنن؟ نکنه فکر کردی دانشگاه مهریته؟ شما درست میگی، شما درست میگی. بیخیال. آقا جون چایتون سرد شده، عوض کنه. خوبه شما نهار دور هم نیستیم، صبح هستیم میبینیم همو. لیا جان، مادر سینا زنگ زد گفت چی کار کنم، اجازه میدیم بیام یا نه؟ خب بگو بیام. چه میدونم ندیده و نشناخته. کجا باشن بیان؟ اصلا رفتی ببینید سینا کیه، ننش کیه، باباش کیه؟ هم باشن بیان. بگید تا تبیله هست. قاطی میکنی آقا جون؟ نه میدونی چی میگه. یعنی چی؟ میگه بریم رستوران، من دستام اینجور بذارم زیر چونم، متوجه چه مایه هست، این چه رنگی دوست داری، آشناشی، من بهش بگم بله. به همین راحتی. این چه حرفیه، این چه طرز صحبت کردن لیا؟ من میگم خانواده محترمی هستن، اجازه بدیم بیان که با هم آشنا بشن. خب نمیشه دیگه آقا جون، شما یه چیزی بگید. اینم خودت خیلی فکر کردی محترمن. نمیگم آقا جون همین الان بگه بله، من میگم فکراتو با خودت بعد باشه که من قبلا دیده باشمش، قبلا شناخته باشمش، جز زرب نیاد مثل قارچ وسط به من پیشنهاد ازدواج بده. چه واسه حرف زدنه؟ عجله نکن. بذار 10 دفعه برن بیان، چشمشون کور شه. چرا اینجوری برخورد میکنین؟ خب شما بزرگترشین، الان تشریف دارین، اونم با خانوادهش میاد آشنا میشین. من که نمیگم حتما بگیم بله. ای بابا، مگه من حالا خواستم شوهر کنم سر صبح شما بیل نمیکنین؟ منم همینجوری میگم، تو گفتی. دختر برم مذارت به حواظت. قربونت خبرم من، اینو داشته باش. تولدت هم مبارک باشه. این مال منه عزیزم. آره عاشقتم آقا جون. قربونت عزیزم، قربونت. ناراحت نکن تو، هم خودتو فکر کن. ناراحت نکن خودتو، خودت در نظر داشته باش، اینو تو اون چاله ننداز. به به، راهیان نور. بچه شرکت نکنین ناراحت میشم ها. جمع کنین دو کوره بازارتونو. بهت اجازه نمیدم هر جوری دلت میخواد توهین کنی. اجازه نمیدی؟ فکر کردی کی هستی تو؟ راست میگه دیگه خانم ابراهیمی، مگه شما چه گلی به سر ما زدی؟ تا کی بعد بشینیم شما اجازه بدین؟ اجازه بدین که چی؟ اجازه بدین نفس بکشیم تا کی؟ نه واقعا تا کی شما بعد امر و نهی کنیم ما هم بگیم چشم؟ سهمی وارد دانشگاه شدن همینه دیگه. خانم ابراهیمی جانم، یه روزی از این حرفی که زدی قطعا پشیمون میشی. چی میگی؟ به به، از شما دیگه توقع نداشتم. بفرمایید بشینید.
بچه ها امروز میخوام در مورد دیپلماسی ایران و روابط بین الملل با هم صحبت کنیم. خب بچه ها هر نظری دارید بدید. حالا استاد میشه به جای این همه ماجراجویی و بی‌ثباتی در سیاست یکم متانت به خرج داد؟ خانم ابراهیمی منظورتون چیه؟ ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم عدم تناسب بین شعارها و عمله، خصوصا تو حوزه سیاست خارجه. مگه نه اینکه ما ذهن کشورها رو نسبت به خودمون خراب کردیم؟ استاد به نظر شما کشورهایی که با ما همراه و همزبون شدن کمن؟ اصلا سیاست خارجی کشور ما بهترین روش ها رو اتخاذ کرده. البته میمونه چند تا کشور که خب اونا هم به نفعشون نیست، هرچند که متاسفانه رو خیلی ها تأثیر گذاشته. به نظر من دیپلماسی ایران در سالهای اخیر بهترین روش را انتخاب کردن و همسو نشدن با درخواستای کشورهایی که همش به دنبال منافع خودشون هستن برای مملکت ما خوب نیست. نمیخوایم بریم الان غذا بخوریم؟ برو که لیا چیزی شده تا این وقت شب بیداری؟ هیچی. من تو چشات نگاه کنم میفهمم. چی شده؟ فردا معلوم میشه به این بورسیه میدن یا نه. خودت چی فکر میکنی؟ نمیدونم. شب بخیر. شب بخیر. سلام. خسته نباشی. ممنون. چیزی شده؟ میخواستم ببینم بورسیه چی شده، اعلام کردن؟ تا اونجا که من اطلاع دارم خانم هانیه صبوری قبول شدن. چجوری؟
چه جور نداره، معلومه دیگه، امتیازش بالا بود. من دیرم شده، باید برم. تو چته چرا اینجوری شدی؟ بورسیه رو خانم هانیه صبوری گرفتن. ای بابا، منم گفتم چی شده، فده سرت. کجا داری میری؟ کلاس داریم الان. عجب آدم. الو، سلام. چطوری؟ نه، حوصله نداشتم اومدم خرید. تو که میدونی حوصله ندارم. به من پشت خطی دارم بهت زنگ میزنم. بفرمایید. ممنون. مبارک باشی. دختر شایستی که میگن شمایی؟ شماره بدم؟ ای بابا، تو اینقدر اخم و تخ دیگه، یه چیزی بگو. با یه من اثرم نمیشه خوردش. نگاه میکردم آقا چون با چه جنس نگاه کنی؟ چیه؟ هم باز شما میزنی تلویزیون رو دیگه؟ همین هست یک برد موش برمه به چرت پرت خورده مردم میده. خواهش میکنم آقا جون. فکرت کردی؟ نمیتونم. یعنی چه نمیتونم؟ همین نمیتونم، همین سادگی؟ من کارم، زندگیم، خونم، همه چیز اینجاست. کجا پاشم بیام؟ آقا جز چی میخوایی بشی تو؟ چی میخوایی بشی؟ بیشتر از این میشی؟ خب یه پزشک پیچ پا افتاده، اونم بیچارهش بگنی اون دخترم اینجا. تو پاشو بیا، اونم بابای تو پاشو بیاد، آدم بشه باز خودش. آقا چی میخواد بشه این؟ اه؟ و چرا یک کلت فکر نمی کنی؟ به کار نمی اندازی؟ عجیبه. فکر می کنید کار خوبی کردید برای لحیا ماشین خریدی؟ راحت میره، راحته میاد عزیزم. من دلشوره دیگه نداری، با نیم ساعت این ورور تایم داره. اه. فکرت بکنه عزیزم. سلام آبا جون. سلام عزیزم. سلام. راحت رفتی اومدی؟ دیر کردی.
دختره رو ببینه، بازم داره خودشیرینی میکنه، همینجوری بورسیه رو گرفت. غلط نکنم داره آمار میده. استاد ازتون خواهش میکنم، من مادرم اصلا حالش خوب نیست، باید برم شهرستان حتما. میدونم شاگرد خوبی هستی، از درصد عقب نمیمونی، از نظر من مشکلی نیست، میتونی بری. واقعا ممنونم ازتون استاد. بفرمایید سلام. بله خواهش میکنم. باشه بچه، من امروز زود باید برم خونه. میرم کارامو انجام بدم، مهمونی میبینم اتون، خوش میگذره. خدافظ. سلام آقا جون. دختر میبخش تو، اتاقم اشغال کردم. خواهش میکنم آقا جون، چرا نمیشینی؟ عجیب آقا، همه چی عوض شده. بله، اما کاش که میتونستیم برای همیشه با ما زندگی بکنید آقا جون. متوجه هستی چی میخوای از من؟ اون همه امکانات ول کنم بیام اونجا که چی بشه؟ ببینم لایه نایمده؟ نه آقا جون، گفتم که نباید براش ماشین میخریدیم. بچه بی دست پایی نیست، ناراحت نباش، کل شق هست ولی بی دست پا نیست. دیشب بهش هیچی نگفتم، اما امشب دیگه اصلا کوتاه نمیام. سخت نگیر. به تلفنم هم دیگه جواب نمیده. پیداش بشه عرض باشه. اصلا سابقه نداشت که جواب منو نده. ناراحت نباش، هر جوش پیداش میشه. خودشه. ببین نیا، الان وقت شعارشو بگیری. بترسونی منش؟ آره، بعد اون نمیاد یکم بخندی. هستم بات. بریم. حالشو بگیری. No.
سلام لیا. چی؟ تصادف؟ کدوم بیمارستان؟ الان میام، الان. کجایی مرسوم؟ خیلی تنها، خیلی بهت احتیاج دارم لحیا. خیلی لجباز و خودسره، خستم کردی. از یه طرف لجبازی های لحیا، از یه طرف هم غرغرهای پدرم. خستم کردن. مرزوخ میبینی چقدر تنها شدن؟ خواهش میکنم کمکم کن، کمکم کن. حالتون خوبه؟ شما هنوز برای این عقده هستین که از ایشون شکایت ندارین؟ به هر حال این خانم مقصره، اما اگه شما شکایتی من که گفتم جناب سروان شکایتی ندارم. سلام خانم. سلام، بفرمایید. مرسی. یه دختر خانمی رو آوردن که تصادف کرد. سلام خانم دکتر. سلام، متشکرم. شما خوبین؟ یه دختر خانمی تصادف کرده بود، آوردنش اینجا. اتاقش کجاست؟ اتاق شما هفت. متشکرم. بسیار خوب، میل خودتونه. پس ما هم دیگه اینجا کاری نداریم. شما هم بهتر موضوع خودتون باشین. برو خدا رو شکر کن که ازت شکایت نکرده، وگرنه خیلی برات گرون تمام میشد. چرا وایسادی؟ بیا بریم. بفرمایید. ببخشید خانم پرستار، وضعیت جسمی بیمارمون چطوره؟ خوبه، مشکل خاصی نداره، ولی برای اطمینان بیشتر امشب بمونه بهتره. میشه خودکار رو کاغذ بهم بدید؟ این شماره منه. بله. بی زحمت هر اتفاقی که برای ایشون افتاد حتما به من خبر بده. بله حتما. ممنون از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. یعنی چی لیا؟ به قصد زدی دختر مردم رو ناکار کردی. اگه یه اتفاقی براش میافتاد چی کار باید میکردی؟ چه جوری باید جوابگو میشدی؟ کجا؟ باشه میام. قربانت. Thank you.
سلام 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 چطور؟ چه عجب چه نوری؟ طبق معمول یه رو بیر میای دیگه چه سر موقع که نمیای؟ دستت هم درد نکنه. ای بابا مردیم یه حرفی بزن. سم بایستو ببینم مگه چند تا خراش ساده بیشتره؟ ضرب مغزی که نشده تو چرا اینجوری میکنی؟ بابا تو امروز چطور دختر؟ چرا اینجوری میکنی؟ یادت رفته اون یارو حق تو خورده؟ بورسیه کم چیزی نیست. اصلا نیازی به بورسیه نداری عزیزم. راست میگه، تو هر جا بخوای میتونی درس بخونی تو معتبرترین دانشگاه‌های دنیا. چطوری؟ آقا جونه، مگه نمیگی خرمایه است اومدم شما رو ببره با خودش؟ دیگه واسه چی قصه میخوری؟ غمت چیه؟ وقتی واسه ماشین میخره یعنی هزینه دانشگاه تو نمیده. اصلا موضوع این نیست، مامانم راضی نمیشه. مامانت نمیاد؟ نیاد. تو خودت برو تنهایی، آیندت که مهمتره. همه اینا رو ولش کن. اینا رو دیشب سرچ کردم. بیانیه است. خب بابا کجا؟ حالا چرا قهر میکنی تو؟ چی شده؟ بازم بومتو علم کردی؟ چطور مگه؟ من خوب میشناسمت لیا. هر وقت که دوچار مشکل میشی بومت علم میشه. ماما میشه یه لحظه بشینی؟ نه عزیزم، مزاحم نمیشم. من فقط اومدم بهت بگم هانیه از بیمارستان مرخص شد. خودم هم رسوندمش خوابگاه دانشجویی. یه چند روزی هم میره شهرستان پیش خانوادش. خیلی خوب. حالا چی داری میکشی؟ تموم که شد میفهم. اما اصلا کار خوبی نکردی لیا. مامان قبول کن کار خوبی نکردی لیا. یه خورده بیشتر به کارم فکر کن. یادت نره لیا.
دکتر. آقای دکتر سعادتی اتاق عمل منتظرتون هست. متشکرم. حال مجروحمون چطوره؟ نتونستیم براش کاری بکنیم. شهید شد. تقصیر تو نیست. این خاصیت جنگ. راهله. دیگه صلاح نیست اینجا بمونی. منظورت چیه؟ هرچه سریع‌تر باید برگردی تهران. برای چی؟ چی داری میگی؟ خرمشهر سقوط کرده. میفهمی؟ نه. همین امروز وسایلتو جمع کن و برگرد. مرزو! چیه؟ هیچ معلومه تو چی داری میگی؟ من کجا برم؟ شهر ناامنه. همین که گفتم. من به شرطی برمیگردم که تو هم با من بیای. با تو اومدم، با تو هم برمیگردم. نمیبینی شرایطو؟ من تو این شرایط کجا بیام؟ من تو این شرایط چجوری برگردم؟ چطوری میذارم بذارم تو اینجا بمونی؟ نمیبینی؟ هر لحظه ممکنه که شهر سقوط کنه. مثل که تو متوجه نیستی. تو اصلا وضعیت منو میفهمی؟ درک میکنی؟ من به خاطر تو از همه کس و کارم از خانوادم گذشتم. الان با چه رویی برگردم مرزو؟ راهل، تو خودت میدونی که تو این دنیا برای من از همه چیز با ارزش داری. حاضر نیستم یه لحظه دوری تو تحمل کنم. ولی شاید تو درک کن. جنگه، جنگ. میفهمی؟ خب پس من به شرطی برمیگردم که تو هم با من بیای. حرف آخرته؟ باشه. باشه. دلم نیومد بیدارتون کنم. تمام تلاشم کردم که شما رو با خودم ببرم، ولی به این نتیجه رسیدم که شما از جنس اینجایید. همیشه به یادتون هستم و آغوش گرمم برای آمدنتون گرم و باز خواهد بود. خدا حافظ. پدر بزرگ شما. بیا تو عزیزم. سلام. بیا تو. از رفتن آقا جون ناراحتی؟
خب آقا جونمه، خیلی دوستش دارم، اما اون هیچ وقت نتونست با طرز فکر من کنار بیاد، هیچ وقت منو درک نکرد. آلبوم خصوصیه؟ آره، میتونی ببینیش. مامان بابا رو دوست داشتی نه؟ تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم، یه موقع فکر میکنم چرا هیچ وقت راجبش حرف نمیزنی. چی بگم؟ راجب خودتون، ازدواجتون، همه اون سالا، یا رفتن به آبادان، چه میدونم، مخالفت های آقا جون. خسته شدم اگه فکر کردم و هیچی نفهمیدم. من و مرزوخ هم دانشگاهی بودیم، من دانشجوی رشته پزشکی، اونم شاگرد اول دانشگاه بود، مهندسی برق میخوند. خیلی پسر خوبی بود، خیلی. درسمون که تموم شد با مادرش اومد خواست داریم. من دوستش داشتم خاطر اینکه خیلی بی‌قلقش بود، خیلی مهربون. اما آقا جون با ازدواج ما مخالف بود. اون میگفت من از بچگی تو رو برای پسرمون نشون کردم، اما من هیچ تمایلی به ازدواج با شهرروز نداشتم. خب بقیهش؟ خب دیگه چی؟ تموم شد دیگه، بقیهش رو بذار برای فردا شب. مامان خواهش میکنم. دو سال تمام سختی کشیدی، مصیبت کشیدی، جنگیدی تا بالاخره با هم ازدواج کردی. همون موقع جنگ شروع شد، مرزوق هم آبادانی بود، باید برمیگشت. منم نمیتونستم تنهاش بذارم. ما با هم دیگه رفتیم آبادان، خیلی خوب. حالا دیگه پاشو، پاشو فردا باید بری دانشگاه. مگه تو درس نداری؟ من فردا کلاس ندارم، اما من فردا کار دارم. خیلی خوب. ماما ماجرای این دفتر نیمه سوخته چیه؟ تو اون از کجا پیدا کردی؟ همینطوری خیلی اتفاقی. اون تنها یادگاریه که از بابات برای من مونده. خب چرا تو الان پنهانش کرده بودی؟ مگه تنها یادگار پدرم نبود؟ دلم نمیخواست راجع به خاطرات گذشته حرف بزنم، میخواستم همینجوری برام باقی بمونه. مگه دوستش نداشتی؟ چرا اصلا هیچ وقت من نمیبری سر خاکش؟ اصلا چرا برگشتی؟ نمیدونم لیا، نمیدونم. خواهش میکنم برو بگی بخواب، خواهش میکنم. نمیدونم، نمیدونم، همش نمیدونم، ولی بهت قول میدم جواب سوالمو پیدا میکنم. قول دادم. چی کار کنم مرزوخ؟ بهش چی بگم؟ خودت میدونی من از آتش بر نمیام. کمکم کن، یه راهی نشونم بده، خواهش میکنم مرزوخ. ای
سلام. خسته نباشید. متشکرم، روزتون بخیر. یه پرواز میخواستم برای آبادان. اولین پرواز اوکیتونه یا امشب یا فردا صبح زود؟ اولین اوکی پروازی آبادان. چند نفر؟ یک نفر. آبادان اولین اوکی آخر هفته است، مشکلی نیست؟ میخواین اهواز رو بزنم؟ اهواز تشریف میبرین؟ لطف میکنین. اولین اوکی اهواز دو روز آینده ساعت 3 بامداد حرکتش. نه خیلی دیره. یعنی هیچ پرواز دیگه ای ندارید؟ اولین اوکی کل پروازا اینه واسه اهواز. میتونین از قطار استفاده کنین، قطار اوکی میده بهتون. چه ساعتیه قطار؟ من مسئول قطار نیستم، بخوام اتایی همه هنگ کنین قطار رو. اولین رفت برای قطار یا امشب یا فردا صبح زود؟ فردا 17 جا دارم اهواز، ساعت 17. فقط کوپه لطفا. اسمتون لطف میکنین؟ لیا ابراهیمی. شماره همراهتون؟ 912. سلام. باید حدس می‌زدم. چیو باید حدس می‌زدی؟ چقدر قشنگ شده. واقعا؟ چمدون سفر بستی؟ کجا انشالله؟ آبادان. آبادان؟ خیلی زودتر از اینو باید می‌رفتم. تو چت شده لیا؟ تو واقعا نمیفهمی چم شده؟ یعنی چه؟ صبر کن ببینم تو چی کار داری میکنی؟ چت شده؟ مامان این حق طبیعی منه بدونم بابام کی بوده، چه بلایی سرش اومده، چرا اون دفتر کامل نیست، اصلا چرا سوخته، یه عالمه چرا دارم با یه عالمه علامات سوال گنده که تو هیچ وقت جوابش رو من ندادی چون نخواستی جواب بدی. توی زندگی گاهی اوقات سوالایی هست که باید همونجوری نیمه تموم باقی بمونه. ولی من این موضوع رو برای همیشه تمومش میکنم. منم باهات میام.
سلام. بفرمایید. دست درد نکنه آنیه جان. خواهش میکنم. نه ممنون. مامان دست درد نکنه دختر گلم. لیا جان تو هنوز نخوابیدی؟ جام که عوض میشه خوابم نمیبره. جاد ناراحت بود؟ با اینکه اولین باره میام آبادان ولی اصلا احساس غریبگی نمی کنم. انگار همه چیزش آشناست. آسمونش، نخلاش، حتی این خونه. او قدیما که بچه بودیم علی پدر هانیه، صد رضا پسرمو مرزوق پدرت با هم همبازی بودیم. خب پدرت بچه همین محل بود. طفلی 2 سالش بود که پدرش رو از دست داد. اون وقتا برای چیدن گلای کاغذی ما با هم مسابقه می دادیم. یادش بخیر. همیشه مرزوق اول می شد. آخه تو نمی دونی که چقدر گلای کاغذی رو دوست داشت. خیلی دوست دارم راجبش بدونم ولی مامان هیچ وقت در موردش حرف نمیزنه. پدر و مادرت عاشق هم بودن. وقتی خبر شهادت مرزوق رسید شوک بزرگی به راهله وارد شد. اون موقع من تو بیمارستان شرکت نپرستار بودم. یه روز که پدرت برای خداحافظی آمد پیش راهله بهش سفارش کرد خیلی از خودش مواظبت کنه. انگاری بهش الهام شده بود. هیچ وقت فکرشو نمی کردم یک روزی دختر مرزوق اینجور جلوی من بشینه و با هم صحبت کنیم. چرا مامان هیچ وقت سر خاک بابا نرفت؟ مگه نمیگید عاشق هم بودن؟ یا چرا هیچ وقت منو نیورد اینجا؟ اصلا بابا کجا خاک شده؟ چرا هیچ کس راجبش حرف نمیزنه؟ اصلا بگو ببینم که چرا مادرت آبادان نیومد؟ البته فکر میکنم اون میگه خاک اینجا پدر رو ازش گرفته. اما بهتره یه سری بزنی پیش صد رضا. اون تمام حقیقت رو بهت میگه. صد رضا؟ ها صد رضا. صد رضا پسرموی ماه. اون تنها بازمانده اون جمع سه نفریه. اونه که حقیقت رو میدونه.
سلام. سلام. نمیای صبحونه بخوری؟ نمیدونی مامانم صبح زود کجا رفت؟ نگران نباش، برمیگرده. راستی لعیا، دوست داری امروز بریم تو شهر یه دوری بزنی؟ سلام. سلام راحله جان. خب کجا بودی از صبح تا حالا؟ خودت بهتر میدونی کجا بودم. یه چایی با هم بخوریم؟ خب زحمت میفتی که. رحمت. بچه ها کجا؟ بچه ها رفتن شهر یه چرخی بزنن. حالا از همه اینا گذشته، اون روزای آخر که از هم جدا شدیم، از اون روزا بگو. اون روزا بدترین روزای زندگیم بود. هیچ وقت یادم نمیاد. وقتی ازت جدا شدم، مونده بودم وسط جاده با ترس و تشنگی. جاده رو گرفتم و رفتم تا جایی که از شدت تشنگی دیگه نفهمیدم چی شد. وقتی چشمامو باز کردن تو بیمارستان بودم. چطور؟ نمیدونم، مثل این که یه نفکشی با من برخورد میکنه، رانندش منو میرسونه بیمارستان. هیچ کار خدا به حکمت نیست. حالا که خوب فکر میکنم، میبینم حکمتی در کار خدا بوده که تو اون روز از ما جدا شدی. اگر مونده بودی الان معلوم نبود که چه بلایی سر بود. شاید، اما کابوس اون روزا هیچ وقت منو تنها نذاشته، همیشه با هم بود. در عجب، تو این همه سالها تو چطور یه سری به ما نزدی؟ یه نیامدی اینجا پیش ما؟ همش با خودم در تضاد بودم. از خاک اینجا دلگیر بودم. همش فکر میکردم این خاک مرزوقم از من گرفت. یه سری برو پیش ست رضا. چرا؟ به خاطر لیا میگم. هیچ که به اندازه ست رضا نمیتونه واقعیت رو بگه. خواهد چی میترسی راه لجام؟ حق داره که حقیقت رو بدونه. Thank you.
بفرما دختر. سلام. بفرما. خوب هستین؟ اینجا وسیله پذیرایی نیست. شرمندم. خوبی شما؟ پیش دختر سلام بگی؟ ای روزگار. بعد از شهید شدن علی و از دست دادن دو پاش زندگی خیلی براش سخت شد. بیچاره دو روزی تو میدون مین گرفتار شده. بالاخره پیداش کرد. نیمه جون. اونقدر خون ازش رفته بود که دو پاشو از دست داد. بنده خدا به خاطر یه سرباز گرفتار شده تو میدون مین این بلا سرش اومد. در آخرم سرباز بیچاره شهید شد. تا شما صحبت کنین من برمیگردم. تنها چیزی که تونستم به دست مادرت برسونم این دفتر چه بود دختر؟ بگیر. چرا این دفتر سوخته؟ چی سر بابام اومده؟ روز قبل از عملیات یادم میاد به همراه علی و مرزوق رفته بودیم بیمارستان. مرزوق رفته بود پیش مادرت. یادت نره چی بگفتم؟ فردا عملیات بزرگی در پیشه. به یاری خدا خرم شهرمونو میگیریم. چت شده؟ چه قیافه ایه برای خودت گرفتی؟ از آزادسازی خرمشهر ناراحتی؟ نه خیلی هم خوشحالم. ولی ولی چی؟ من هیراد برم. مراقب خودت باش. بسم الله القاسم الجبارين يا علي ابن ابي طالب.
اون شب خرمشهر بعد از 578 روز اسارت آزاد شد. نمیدونستم برای از دست دادن دوستام ناراحت باشم یا برای به دست آوردن خرمشهر خوشحال. بالاخره بابامو کجا خاک کردید؟ منو ببرین سر خاکش. باشه باشه، امروز که دیره، ولی فردا حتما میبرمت. مگه قرار نبود بریم یه جای دیگه؟ اینجا کجاست منو آوردین؟ میدونم دخترم، میدونم. خب من به وعدم عمل کردم. یعنی بابا من نمیفهمم چرا همتون با من بازی میکنید. گفتم منو ببرین سر خاک بابام. اینجا کجاست؟ مامان تو بگو، تو بگو بهم بگه، به خدا خسته شدم دیگه. بابا بگید، حقمه بدونم، بعد بدونم مامان کجا خاک شده. اینجا کجاست؟ بابامو کجا خاک کردین؟ اما تو رو خدا، تو رو خدا بهم بگید. من گفته بودم شما همه چی رو میدونید و بهم میگید. اینجا خونه پدرته، یا بهتر بگم هیچ اثری ازش نبود. یعنی راست فهمیدی دخترم؟ این تنها چیزیه که از بابات برام مونده. یه زمانی برا خودش ارزش بود، اما بگیر دختر، بگیر. یه روزی از این حرفی که زدی قطعاً پشیمون میشی.